نمایندگان پارلمان فرانسه قانونی جنجالی علیه آنچه از سوی دولت این کشور جدایی طلبی خوانده شده را تصویب کردند. هدف از این قانون ممانعت از نفرت پراکنی آنلاین و قطع بودجه خارجی گروه های دینی عنوان شده است. این طرح با 347 رأی موافق، 151 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع به تصویب رسید. این بیش از 55 ساعت بحث و گفتگو در طی دو هفته گذشته انجام شد و در نتیجه استحیه 144 در ماده 70 قانون اساسی تصویب گشت. قرار است نمایندگان مجلس در سیوم مارس دهم فروردین این قانون را که پیشنویس لایحه تقویت اصول جمهوری نام دارد به طور رسمی مورد بررسی قرار دهند. هدف از این تار سلب حق والدین در آموزش کودکان در منزل است و هر پدر و مادری که تمایل به انجام این کار دارند باید مقامات را در جریان بگذارند دولت فرانسه استدلال کرده که بعضی خانواده ها از آموزش در خانه به عنوان یک پوشش استفاده می کنند و سپس فرزندان خود را به گروه های دینی زیرزمینی می فرستند. این قانون همچنین جرم جدیدی را با موضوع انتشار اطلاعات مربوط به زندگی خصوصی، خانوادگی یا شغلی اشخاص با هدف شناسایی و تهدید جان آنها تعریف می کند که می تواند تا سه سال زندان و جریمه نقدی تا 45 هزار یورو برای مجرمان در پی داشته باشد. نظارت بر های دینی نیز با ممنوعیت کمک های مالی خارجی بیش از ده هزار یورویی با این لایه تقویت خواهد شد. همچنین به مقامات این حق تعلق می گیرد که عبادتگاه هایی را که منجر به تبعیض علیه گروه های دینی دیگر می شود پیدا و تعطیل کنند. سازمان های دیگری که به ارزش های جمهوری احترام نمی گذارن نیز ممکن است تعطیل شوند. سخرانی ضد اسلامی چند ماه قبل امانوئل مکرون باعث تحریم محصولات فرانسوی در چندین کشور مسلمان شد و به دنبال آن اعتراضاتی در جهان اسلام صورت گرفت این اعتراضات در داخل این کشور نیز برگزار شد در آخرین مورد روز یک شنبه ده ها نفر در پاریس تظاهرات و به این قانون که آن را باعث تشدید تبعیض علیه مسلمانان میدانستند اعتراض کردند ممنونم از اینکه با ما همراه بودید اللهم اجل ولیک الفرج یا علی خدا نگهدار